به نام خدا. حکایتی دختر لجباز و حکیم. در زمانه های قدیم یک دختر از روی اسب مفته و استخوان لگنش از جایش بیرون می آید. پدر دختر هر حکیم را به نزد دخترش می بره. دختر اجازه نمی ته کسی به او دست بزنه. هرچه به دختر می گن حکیم ها به خاطر شغل و طبابتی که می کنند محرم بیمارانشان هستند. اما دختر یک گوشه در میکنه و دیگه گوشه دیوار و نمیگذاره کسی به لگنش دست بزنه. بناچار دختر هر روز ضعیفتر و ناتوانتر میشه تا اینکه یک حکیم باهوش میگه به یک شرط من حاضر هستم بدون دست زدن به لگن دخترتان او را مداوا کنم. پدر دختر با خوشحالی زیاد قبول می کند و به حکیم می گوید شرط شما چیست؟ حکیم می گوید برای کار من نیاز به یک گوی چاق و چله دارم. شرط ما ایست که بعد از این که لگن دخترت به جایش آمد گو متعلق به من شود. پدر دختر با جان و دل قبول می کند و با کمک دوستان و آشنایان چاقترین گاوی آن منطقه را به قیمت گرانی می خرد و گاو را به خانه حکیم می برد. حکیم به پدر دختر می گه دو روز دیگه دخترتان برای مداوا به خانه ما بیاریم. پدر دختر به خوشحالی برای رسیدن به روز تعیین شده دقیقه شماری می کند. از او طرف حکیم به شاگردایش دستور می ده که تا دو روز هیچ اولف به گاو نتند. شاگردا همه تعجب میکنن و میگن گوی به این چاقی ظرف دو روز از تشنگی و گرسنگی خود مرد. حکیم تاکید میکنه که حتی یک قطره آب هم به گو داده نشد. دو روز میگذره، گو از شدت تشنگی و گرسنگی بسیار لاغر و نحیف میشه. خلاصه پدر دختر با تخت روان دخترش به نزد حکیم میاره. حکیم به پدر دختر دستور میده که دخترش بر روی گاو سوار کنه. همگی متعجب میشن، چاره ای نمیبینن، باید حرف حکیم اطاعت کنه. بنابراین دختره بر روی گاو سوار میکنه. حکیم سپس دستور میدهد که پاهای دختر را از زیر شکم گاو با تناب به هم گره بزنه. همه دستورات مو به مو اجرا می شود. حالا حکیم به شاگردانش دستور می دهد برای گاو کاو و علف بیاورند. گاو که در دو روز هیچ چیز نخورده بود شروع کرد به خوردن علف ها. لحظه به لحظه شکم گاو بزرگ و بزرگتر می شود. حکیم به شاگردانش دستور می دهد که برای گاو عوام بیارند. شاگردانش برای گاو عوام می دهند. شکم گاو لحظه به لحظه پندیده میره و پایای دختر هر لحظه تنگ و کشیده تر میشه. دختر از درد چیغ میکشد. حکیم کم نمک دو مندازه و به گاو میده. شکم گاو آستا آستا دوباره به حالت اولش میآید. پندیدگی شکم گاو میشینه و به حالت اولش میآید. ناگهان صدای ترقی به جا آمدن باسن دختر شنیده می شد. تمام مردم فریاد شادی سر می دهند. دختر از درد بیهوش می شود. حکیم دستور می دهد پاهای دختر را باز کنند و او را بر روی تخت بخوابانند. یک هفته بعد دختر مثل روز اول صحتمند می شد و گوی بزرگ متعلق به حکیم می شد. او حکیم ابو علی سینا بود. پایانی حکایت. خود دوستا، خدا کنه که قصه خوشتان آمده باشه. آها، فراموش نکنید که چنل سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا قصه دیگه خدا حافظ.